خسته میکنه. در نتیجه یک ریلکس میسازه، خود استرخا میکنه، کمک دسامه بسته است، خود استرخا میکنه، کمی ریلکس شروع میشه. اینو میگن ایزوولینیک ریلکسیشن. هدف از ایزوولینیک ریلکسیشن این است که فشارش کمتر از اوزین شود. وقتی که کمتر از اوزین شد، اوزین دیگه پر شده از خون، از چی آمده؟ وقتی که بودن سیستول میکنه در دیاستولش است. این می تفاوت فشار سبب میشه که پس کل چیز از سر شروع شود. ایزو ولیمیک ریلکسیشن اختام دیگه نداشته اکنه راست همه می رکم از خون. وقتی که خون به بطن چپ می آید، خون که به بطن چپ می آید، اولین اتفاق که می افته ای است که فشار داخل چپ آیستاش زیاد شده، میره بطن چپ زیاد شد، دستامو بسته میکنه، دستامو بسته میکنه. از طرف دیگه دستام اورتام بسته می باشد. چرا بسته می باشد؟ فشار در اورتا این 80 است. در بوته اینی که 9 نخواه پر شد، 10, 15, 20 زیاد نمی باشد. در مرحله اولی که قلب پر میشه، دسام اورتا بسته می باشد. دسام اورتا بسته است. به خاطر از که فشار در اورتا زیاد است، والا که سرش فشار میره بسته میکنش. خون میاید داخل بوته این چپ. زیاد شده، زیاد شده، زیاد شده، میره تا فشارش از اوزن که زیاد میشه، این والا بسته میکنه. بس بسته که کرد، هنوز اونقدر زیاد نیست از اورتا کرده که بتانه خون به داخل اورتا پمپ بکنه، مجبور میشه تقلص کنه. والا بسته است، تقلص که میکنه، اینا ایزوولیمیک کانترکشن میگن. هر وقت فشار از 80 بالا رفت، یعنی از اورتا کرده بالا، خون به شدت پمپ میکنه به داخل اورتا. خون که به داخل اورتا پمپ شد، فشارش پس پایان میره. ولی ای تقلص کرده باید پس استرخا میکنه، فشارش دیگه هم پایان میره. اینی که استرخا میکنه والا هنوز بسته است، ایر ایزوولیمیک ریلکسیشن میگن. هدفش چی است؟ هدف این است که تفاوت فشار کم دیگه هم زیاد شد که پس ای وال واس شد و به شدت رپید فیلینگ و اینا ادامه پیدا میکنه و سکن دوباره پس چی شد؟ از سر شد. خیلی ایزوولیمیک کانترکشن رو فهمیدیم، ایزوولیمیک ریلکسیشن رو فهمیدیم و ایجکشن پیریود فهمیدیم. دیگه این را فهمیدیم که اوزین خونش اول به رپید فیلینگ اتفاق میفته و شدت بیشتر فشار زیاد به داخل قلب ایجاد کردن میتونه. با سلو میشه باز اتریوم کیک میکنه، تقلص که میکنه باز یک کمک فشار در اینجا زیاد میشه، بسیار کم، ولی باز هم باید بتاین ایزوولیمیک کانترکشن کنه که زورش به داخل اورتا برسه. این تغییرات به طرف راست هم اتفاق میفته. حالا این تصویر رو بتون شما میتون اینو به خاطر خاطر که فرض کنیم که حالا تصویر شما بهتر بفهمه مشکل کدوم کارون پر دیگه هم هست رو هم بتون یاد بدم پس پس تصویر بریم. خب ایزو ولیمیک کانترکشن پریود اف رپید فیلینگ پیریود آف اجکشن ایزوولیمیک ریلکسیشن. حالا پیش از اینکه بریم در تصویر دیگه چند تا اصطلاح رو باید بفهمیم. اند دیاستولیک ولیوم، اند سیستولیک ولیوم و استروک ولیوم. اون تصویر که البته تشریح میکنم یکی از در امتحان های دیگه کشورها خود تصویر میارن، یک جای شد مشخص میکنن، میگن این کدام مرحل است. تصویر میارن بیاشم مشخص تیر میزنه این کدام مرحل است. یعنی باید قدر یک کسی که فیزیولوژی خلق خوانده باید یک قدر یک شب فهمد. سکن چند اصطلاح بازم من اینه در طرف چپ هست تشریح میکنم راست شما این قضیه است. خونی که به داخل قلب می آید در جریان کدام مرحله می آید؟ دیاستول می آید. خب دیاستول که ختم شد، ختم دیاستول شد، ختم دیاستول معمولا 120 میلی خون به داخل بطن چپ می باشد.
این دستور که ختم میشه در بوتای چپ 120 میلی خون میباشد. اینه میگن دستولیک ولیوم. این دستولیک ولیوم وقتی که بوتاین تقلص میکنه، بوتاین وقتی که تقلص میکنه، تقلص جایش کم میشه. تقلص بوتاین همیشه ای تو نیست خوب؟ یعنی بوتاین تو تقلص نمیکنه که مکمل کلاپس شوه که کل خون خود را بکشه، اصلا نمیکنه. تقلص بس استرخواب تقلص استرخواب کل خون خود را چی نمیتونه، چون به اساس یعنی خون کار میکنه. هر بار که تقلص میکنه چیز حدود 70 میلی را از 120 میلی 70 میلی ایجکت میکنه، بیرون میندازه. ایجکشن 70 میلی شده داخل اورتا میندازه. خب وقتی که 120 میلی داشته باشه 70 میلی شده به اورتا میندازه، 120 منفی 70 میشه 40 تا 50. یعنی همیشه 40 تا 50 در خط سیستول که خلاص میشه در بوتین چپ 40 تا 50 میلی خون هنوز آمه است. او اینو میگه این سیستولیک ولیوم در ختم سیستولم، این سیستولیک ولیوم. دیگر خیلی افتادشه ایجکت کرد، 120 آمد در ختم دیاستول، این دیاستولیک ولیوم از 120 هفتادشه انداخت بیرون. در هر ضربان هم مقدار حجمی که میبونه نامش میشه استروک ولیوم. و در ختم سیستول چیزی که باقی مانده چه؟ من این سیستولیک ولیوم. این قضیه احجامون یا حجوم ها خیلی اهمیت داره که باید به شما بفهمه. نل پس میریم آورتیک پرشر کربان بیرم اینجا بهتون جدا تشریف کن با دورم سر زور بگه. در آورتا قضیه چی هست؟ در آورتا قضیه چی هست؟ او بوتاین چپ سکنه فشارش شروع میشه از صفر، خون که یا از یک دو سه، خون که از زاین آمده میره به شدت صفر یک دو سه چار پنج شش هفت هشت تا 120. بازی 120 خدا که پمپ کرد دوباره پس فشارش پایان به چیزی حدود صفر، باز تا 120. یعنی نوسان زیاد است. ولی آورتا چه رقم است؟ آورتا چه رقم است؟ وقتی خون داخل آورتا پمپ میکنی، اینی فرض کنیم اینی آورتاست. خونه که داخل آورتا قلب پمپ میکنه، آورتا اتو الاستیک است. خش میشه. بود فشارش 80. آمد شد 120 میلیمتر سیما. دوباره پس خودش جمع میشه. پس میشه 80. 120 80 120 80. هیچ وقت صفر نمیشه. به خاطر پیش از اینکه اون دیگه اون فشارش پایان بیاید قلب باز پمپ میکنه. خیلی فشار آورتا هیچ وقت از صفر چینن به صفر نمیرسه، مگر اینکه این والج نباشه که پمپ بکنه 120 بره. باز پس که پمپ نکنه کل خون اینجا بیاید صفر شود. 120 صفر یک مریضی داره به اون آورتا گرگرژیتیشن در حالات شدیدش. میبینید فشار سیستولیک مریض 180 دستورش 20 بسیار پلس پرشر وارد میشه. نمیت آورتا ایوارش کار نمیکنه، سی دا ریگرجیتشن داره. در غیر از آورتا نگاه میکرد فشار خود جای دیگر هم نمیکرد. از 120 میشد پس میامد پایان رو نمیدانه سامده فشار در ثابت میمون. یعنی دو تا خود آورتا در قلب مثل یک پمپ باید کار میکنه. قلب پمپ میکنه باز آورتا میگیره دفعه دوم آورتا پمپ میکنه. باز قلب هیچ از به خاطر همیشه نوزان به داخل عضلات به داخل رگای خود می باشه. یعنی فشار آورتا که از صفر حساب نمیشه، از 80 بلند میره 120. یعنی از بوتاین که باشه باز تو بوتاین به این شکل است. این تو از صفر میرنگ از چیزی حدود صفر یعنی 7 8 اگه باشه میرنگ تا 120 باز پس میه نزدیک صفر. ولی از آورتا قسم نیست، از 80 بلند میره. یعنی پایان میه باز از سر
80 میشه 120 80 میشه 120 حالا گراف شو برات شما نشون میدم. لطفاً دیگه تو فشار لفت ما شما تقریبا کلمه صفر استفاده میکنیم خب ولی در گراف که میای از بالاتر از صفر یعنی 7 تا 8 این قدرا رو میگیرن خب چون یک مقدار خون است هنوز فشار ایجاد میکنه فشار بسیار کم است صحیح؟ یعنی خود عدد صفر عدد نیست نزدیکی تقریبا صفر است یعنی فشار که برای ما قدر چی نداره ارزش نداره به خاطر که نه جریان خون میای که فشار رو ساخته ولیش برای یک مقدار فشار است فشار بسیار کم است صفر حقیقی نیست کمی از صفر کد بیشتر است بالا سکر کنید مورد اینجا اینی چیز گد و دارد کن رس بشن نیم مضبوط از میشه که آمدتان بره روز دیگه روز یک دست دیگه هم از فیزیولوژی زیاد دارم چی؟ فیزیولوژی قلب که او گراف قلب است چون در گراف قلب هم زیاد فیزیولوژی های قلب چیزایی که مانده تشریح میشه باز کشش بکنیم اون رو خوب یک برنامه یک مفصل رو داشته باشه 15-20 دقیقه وقتتر روز شنبه اگه تانست رو میخوایم تا که دو نیم سال تا مولی سی گیره مکمل که پایی که مهم مهم نیم شده باشه سعی کنند اینی گراف یکی حجم یکی هم فشاره برای شما اینجا نشان دادم نوشتم اون موقع دقیقا ما چی بزیار رو بگیرم از 0, 20, 40, 60, 80, 120 فشار رو نشان داده که میتونم از 0, 20, 40, 60, 80 تا 120 باشم نمید فشار هایی که نوسان میکنه در داخل بوتایم حجم خون چه قسم است؟ حجم خون از 130 زیاد نمیشه دیگه 130 میباشه باز کم بشه 90 میشه باز تا نزدیکای 50 یعنی همیشه هیچ وقت 0 نمیشه حجمش این ولی هم نشان میده و این پرشار نشان میده حالا براتون تشریح میکنم که چی مانا میده پرشار و این ولی هم این در بوتنگ چپ پس هدف ما حجمش و فشار که در بوتنگ چپ پس بوتنگ نماز چون زیاد پاتولوژی نداره اکثر هم قدر زیاد سر چی نمیشه که پس نمیشه یکی هم حجم نشان داده خب گراف و سر صداهاش بیرم صحبت نمیکنیم اینجا میم بوتنگ چپ کار شروع میشه فشارش تقریبا نزدیک صفر است وقتی که تقلص میکنه فشارش بلند رفته میره ایزوولینی کانترکشن فشار قلب میبره از 8 و 9 و 10 و 11 و 12 تا 120 تقلص که صورت گرفت اینی مرحله ایزوولینی کانترکشن فشار خوب بلند میره فشار که بلند رفت باز فشار رو روان میکنم ایجکت میکنم به داخل اورتا از فشارش باید آماده کنم قلب فشارش نزدیک صفر است تقلص یک شروع میکنم فشارش بالا میره بالا میره نزدیک 80 که میرسه باز اورتا باز میشه بازی کل خون در اورتا میره فشارش پس پایان آمده پایان آمده جنجال نیست نیم سه کنید؟ فکر کنید اینی بوتاین چپ است در بوتاین چپ خون آمد والا بسته است بوتاین چپ تقلص خود ایزوبولی میکن در اکشن خود شروع میکنه شروع کرد فشار بالا رفته میره تا وقتی که نزدیک به فشار ابهر شود دین اینجا است که ابهر یا اورتا باز میشه اورتا که باز شد فشار اورتا مثل بوتاین از 80 میره 120 دوباره پس در 80 که آمد اورتا دیگه پایان نمیه فشارش چون تخلص دیگه پس پسان شروع میشه اما بوتای فشارش پایان آمده میره اینی اورتیک پرشر کرب است اورتیک پرشر کرب است پرشر کرب است این ونتریکولر پرشر کرب است در ونتریکلا مرحله که به
این مرحله که کل والا بست هسته اینجا به تندوج برزیگی هاتون به نشتام کردن این جای است که اورتیک و ونتریکولر یا اتری ونتریکولر والف که در شما مایترال است کلوز میشه. وقتی مایترال والف کلوز شد دیگه خون نمیه، تقلص شروع میکنه. تقلص که شروع کرد فشار بالا رفته، بالا رفته میره 80 تا 120 تا فشار به تایم میره دوباره پس پایان میره. اورتا چرا خمسه هیچ وقت از صفر حسابش کرده نمیتونید، از 80 شروع میشه. فشارش 80 است، وقتی بوتن تخلص میکنه خون که داخل اورتا را فشارش میشه 120، باز فشار بوتن که پایان آمد اورتا خون خود را قسمت بعدی خود تخلیه کرد فشارش میشه پس 80، باز دوباره از سر از 80 تا 120 به آسان که دارم میره. سه کنیم دینی مرحله، دینی مرحله چی شد که خون فشار اورتا پس پایان آمد؟ دینی مرحله خون از بوتین رفتی ایجکت شد، ایجکشن پیریود رسیده. خب خون فشار در داخل بوتین چه بلند بود 120 شد، چی شد که پس پایان آمد؟ ایجکشن پیریود، جریان خون رفت کلش در اورتا. دیگر دینی مرحله که دینی مرحله فقط فشار بلند میره، فشار تنها بلند میره، این مرحله به نام ایزو بولیم کانترکشن یاد میکنم، ایزو بولیم کانترکشن. اینه یک شکل دیگه هم بردن تشکش میکنم. پس که تقلص خلاص میشه بوتنگ ریلکس میکنه که فشارش سقوط کنه. اینمی مرحله رو که ریلکس میکنه نامش چی بود؟ ایزو بولیم ریلکسیشن. درکس هم نشان میتونم ایزو ولیمیک ریلکسیشن. خب اینجا مایترال والف بسته میشد، بوتن تقلص شروع میکرد، دینی مرحله بود که اورتا باز میشد، اورتیک والف باز میشد و خون که در اورتا را فشار اورتا پس فشار اورتا پس پایان آمد باز تقلص بعدی که اورتیک والو باز بشه تقلص اورتا دوباره پس بسته میشه، اورتیک والو کلوزس. فشار که پایان آمد خوب که پایان آمد از بولیم ریلکسیشن هم خلاص باز در زنگ فشار زیاد میشه، امی وال مایترال یا ای بی والو یا ترایکسپید دوباره پس باز بشه. بکنید این به گراف اونم تقریبایی که بیشتر به شما میگفتیم اون بفهم تدیر خلاص میکنم باز پس هر تشریش میکنم. مسئله حجم چی هست؟ بوتاین چپ یک تقریبا 120 میلی حجم میداشته باشد، بوتاین چپ تقریبا 120 میلی حجم میداشته باشد. وقتی که تقلص شروع میشه حجمش کم میشه. خود ابتدای تقلص رپید ایجکشن مقدار زیاد خون میره، تقلص که کمک ضعیفتر میشه باز کمی سکنیم حجم 120 است، تقلص که میشه سقوط میکنه میه به 70 اینا، باز تقلص که تکمیل میشه کمی دیگه شان برآمده. پس که ایزو بولیم ریلکسیشن استرخا صورت بگیره پس خون آمده میره پس واشن به 130 میرسه. سکنیم حجم خون در داخل بوتنگ بود 120، تقلص که کرد خون چی شد؟ پرتاب شد، خیلی حجمش کم شد. در پرتاب که میشه اول زیاد حجم خون کم میشه، اما در مرحله بعدی کم حجم خون کم میشه، به این خاطر تک دندانگک میداشته باشه. این نامش از ولیم کرف یا منحنی که فشار نشان میده، ولیم کرف. هنو سره چی گفت نزدیم ما شما؟ روزاین سکنی من پس سر بردم اینجا نشان میدون. این خط سرخ تغییراتی که در فشار بوتین چپ در جریان سیستول و دیاستول می آید برتون میگه. در جریان سیستول فشار بوتین چپ از نزدیکای صفر بلند میشه تا 120 پس می آید به حالت عادیش، باز از سر به سکل بعدی بلند میشه تا 120 باز به حالت عادیش می آید. چرا چی میشه؟
فشار به داخل بوتن چپ چرا بلند میره؟ به خاطر که والا بسته است و این ایزوولیمی کانترکشن خود انجام میده. باز چون پس فشار پایان میره؟ به خاطر که اورتا واز میشه، خون در اورتا اجیک میشه، اجیکشن پریود، و اورتا که بسته شد این ایزوولیمی ریلکسیشن میکنه، پس استرخا میکنه کل چیز، فشار دوباره پس خود میکنه پایان میره. این مسئله فشار اورتا چه قسم است؟ اورتا اول بسته است، فشار 20-30-50 از 80 که فشار بوتن بالا رفته رفت اورتا باز میشه، باز که شد اورتا هم فشارش میشه 120، اما دیگه با زیاد پایان نمیه. اورتا سلو سلو تا 80، از 80 زیاد باز پایان نمیه. گل میگرفتیم؟ تخرزم این اورتیک کرو، ایزوولیم کانترکشن، ایجکشن، ایزوولیم ریلکسیشن. و دیگه حجم داخل بوتن چپ پس 120، وقتی که ایجکت میکنه یک مقدار خون، مقدار زیاد خون چی میشه؟ بیرون میبراید. وی ببخشید اینیش پس که خون پر شده میره، باز دو مرحله داره. به خاطر از اینکه این ایجکشن هم آهنگ است، پس که خون پر میشه یک دفعه خون بدون جنجال از اوزاین به بوتن میاد، باز از اوزاین مجبور است تخلص کنه، اگه مقدار خون دیگه هم بیاید اصلی حجم به این شکل دوباره پس بلند میشه. این خط خطک نقطه نقطه کسی فشار اتریوم نشان میده. فشار اتریوم این رو باید جدا برتن داشته بودم موج ای سی اکس ویره خرسه شده نیم؟ خیلی است سعی است روز دیگه خیلی بزرد ریال رشت کم من بردان میگم و گرافه سرش کرد نورترین و کتاب هایی رو که روز دیگه میارن چی نماشه؟ کتاب مکتب نماشه؟ کتاب خاندگی بنتون نماشه؟ از استاده بنتون؟